چه خبر شده؟ برای چی اینجا جمع شدین ها؟ به هم بگین، زود باشین. واسه چی جمع شدین؟ میخواییم سراب خانومو ببینیم. حرفایی داریم که باید بهش بگین. اینو نگاه کن، حرفایی داریم که باید بهش بگین. آره؟ هیچ میفهمین دارین چی میگین؟ اون خانوم این امارته، احترامش واجبه. هر وقت بخواین که نمیتونین ببینینش آخه. ما باید حتما ببینیمش. تلاش کنید بیاد، میخواییم باش حرف بزنیم. نه خیلی، اصلا هم امکان نداره. تا وقتی که من اینجام نمیذارم شما هم حرف حساب حالیتون نمیشه. بریم پیکارتون. رشید صبر کن، تا با خانوم حرف نزنیم از اینجا تکون نمیخوریم. بهش خبر بدیم بیا. ساکت شین بابا، سر صدا نکنین. به حرفام گوش کنین، ساکت بشین، ساکت بشین، گوش بدین. خیال کردین خانوم سراب اصلا به شماها اهمیت میده؟ بریم بیکارتون. از طرف خانوم سراب حرف نزن، برو بهشون خبر بده. سراب خانم، ببخشین که مزاحمتون شدم، اما ایده از روستایی دمه درن، اصرار دارن شما رو ببینن. از من چی میخوان؟ منم همینو گفتم، گفتم از خانم چی میخوان، گفتم برای چی میخوای خانم رو ببینین آخه. اما آقا یاسین اصرار کرد که بهتون اطلاع بدم، نمیدونم چی تو فکرشه. شما که نمیخواین با اینا حرف بزنین، برم بهشون بگم دیگه. شما نمیخواین بیان بگی نه؟ شده چی میخواید؟ شما تنها کسی هستین که ما رو درک میکنین سراب خانم، برای اینکه شما هم یه روزی مثل ما فقیر بودین. میدونین گرسنگی، بدبختی و بیچارگی یعنی چی؟ ما حقمونو میخواییم. چه حقی رو؟ خدا رحمت کنه، آقا مظفرم آدم خوبی بود، اما اون زمینای ما رو از ما گرفت. ارباب زمینای رمزون رو بهش پس داد، زمینای ما رو هم باید بهمون پس بدید. ساکت چین، ساکت چین، همه سر صدا میگو، ساکت چین. ببینیم چی دارین میگین آخه، یکی یکی صحبت کنید. از کدوم زمینا حرف میزنین؟ مثل آدم بگین کدوم زمینا. وقتی زمینی در کار نیست شما چیکاری؟ خودت نکن رشید، ما با تو حرف نمیزنیم، با خانوم حرف میزنیم. تمومش کنی، یکی یکی حرف بزنی، بگین ببینم اون زمینا از کجا مال شما شدن. اون زمینا نه مال ما بودن نه مال ارباب، اون زمینا مال دولت بودن. ما سالها رو اون زمینا زراعت میکردیم، ما حق مالکیت داشتیم، اما خدا بیامرز آقا مظفر با حقوق بازی زمینا رو ازمون گرفت. خانم سرا، تو ثبت اسناد آشناد اشرف زمینا رو به نام خودش زد، ما رو هم از زمینامون بیرون کرد، هممون بدبخت و فلک زده شدیم. این چیزایی که میگن درسته آقا یاسین؟ من بعدن اطلاعات لازمه رو بهتون میدم. خیلی خوب، من به این موضوع رسیدگی میکنم، اول باید اصل ماجرا رو بدونم. شما لطف کردین. تو اینجا چی کار میکنی؟ منم میخوام حقمو بگیرم، آقا مظفر زمینه پدر منم ازش گرفت. مگه تو رو مظفر اسلحه نکشیدی ها؟ چطور میتونی دم از حق و حقوقت بزنی؟ از اینجا گم شو بیرون، گم شو. میبریم خانم، یار باشی. بیری بیری داره من نگاه میکنه، مگه نشدی خانم چی گفت؟ هنوز که وایسادی، منتظر چی؟ به تو ربطی نداره من کجا وایسادم. قسم میخورم
زنده زنده پوسیدی میکنه بلنی. بیا اگه جرات داری بیا جناب. نکنه الان همون جا میام اونجا به نشون میرم. یا جنا دیگه این کارو نکن ایلماس، این کار درست نیست. یالا در ببندین همه تون بری به این کارتون گمشی بری. از همه تون خسته شدم. بری بریم به کارتون، بریم به کارتون برسید. میگم دیگه بیشتر از این صبر نکنیم، هر چی زودتر زندگی جدیدمونو شروع کنیم. اول باید یه خونه پیدا کنیم. جایی و سراغ داری؟ راستش یکی هست. چجور خونه ایه؟ جای کوچیک و تر و تمیزیه، تو شهره. خب باز بریم یه نگاهی پیش بندازیم. چی شد؟ خب اول باید یه چیزی بهت بگم. قبلن هم دلم میخواست اون خونه رو داشته باشم. گلی هم اونجا رو میخواست. همش زندگی تو اون خونه رو تصور میکردیم. حرفام که ناراحتت نکرد؟ نه ناراحت نشدم. شما فقط اونجا رو دیدین، توش که زندگی نکردین. ما میریم که توش زندگی کنیم. پس بهتره که هرچه زودتر بریم ببینیمش. سر اون زمین همیشه دعوا بود. روستایی ها داشتن روشون کشت و زر می کردن. قرار بود با حق مالکیت صاحب زمین ها بشن، اما آقای مظفر زمین ها رو ازشون گرفت. روستایی ها اعتراض کردن، قرار بود اداره ثبت اسناد زمین ها رو به نام کشاورزا کنه، اما زمین ها توسط ارباب اشغال شدن. برای همین همه زمین ها به اسم ارباب ثبت شدن. همونطور که متوجه هستین صاحب اصلی اون زمین ها روستاییان. آقای یاسین داری اشتباه میکنی دیگه. خانم اینجا اداره ثبت اسناد خیلی قوی وجود داره. این یه جور تهمت به دولته. ما که نمیتونیم به دولت تهمت بزنیم. تازه خانم اگه گفتی کی صاحب اصلی زمین هاست، خب دولته دیگه. به هر کسی هم که بخواد زمین ها رو میده. مگه نه دیگه دولته دیگه. من فقط اتفاقاتی که افتاده بود و خدمتتون عرض کردم. وسط این زمینه چقدر آقای یاسین؟ خیلی وسیعن. چقدر وسیعن؟ وسعتشون بیشتر از نصف زمینای ماست. نظرت چیه؟ زیادی کوچیکه؟ اگه بخوایم میتونیم بریم یه جای دیگه رو ببینیم. هرچند اونم مثل امارت نمیشه. من دنبال یه جا مثل امارت نیستم. فقط یه خونه میخوام که با هم زندگی کنیم. فکر میکنم این خیلی خوب باشه. تصمیمتون رو گرفتین؟ اینجا رو اجاره میکنین؟ اما با قیمت قدیمی نمیتونیم بگیرینش. خونه دیگه اون خونه قبلی نیست. همه جاشو تعمیر کردم. الان اجارش بالاتره. اجاره رو فراموش کنین. میفروشیدش؟ بفروشمش؟ بله همین الان. نمیفروشیدش؟ اگه قیمت واقعیشو پرداخت کنین چرا که نه؟ بفرمایید. خسته نباشی. خوش اومدید. بفرمایید. جناب سروان بی صبرانه منتظرن. نتیجه حاصل شد؟ اثر انگشتایی که بررسی کردم با اونایی که روی ماشه بود مطابقت نداشت. به نظر میرسه یه مدت زمان میبره. اثر انگشت همه رو داریم ولی زمان زیادی میبره تا همه رو بررسی کنیم.
امکانش نیست زودتر پیداش کنین؟ کاملا اتفاقیه. اگه اثر انگشتی که دنبالشیم تو بررسی های اولیه پیدا بشه، میتونیم در عرض 5 دقیقه نتیجه رو اعلام کنیم. زود باشید شیرمردای من، حسابی کار کنید. بعد از نهار بهتون دسرم میدم. اونقدر پر انرژی میشین که کوه هم جا به جا میکنید. آفرین بسرا. آفرین بسر. میبینیشون چقدر خوب کار میکنن؟ درسته؟ میتونن حتی کوه هم از اون بالا بیارن پایین. اصلا تنبل نیستن. اینجوری کار کنن. میتونیم محصول قبل از هر کسی درو کنیم آقا. خیلی خوبه، شما خیلی تلاش میکنین. اینطوری پول منم هدر نمیره. هدر بره مرد مومه؟ تو برابر سود گیرت میاد. پول زیادی به تو میرسه، خیلی زیاد. خیلی خوب، خوبه. من دیگه برم، کاری نداری؟ خدا نگهدار، به سلامت. خدا حفظتون کنه ایشالله. این پسر حافظ کجاست؟ حافظ کجا رفته؟ پسر اینجا چی کار میکنی؟ سوختم سوختم به خدا. بسوز حافظ، بسوز. آره اینجوری مثل عجل معلق که نمیام بالای سر آدم. ببین چی کار کردی؟ دارم میبینم حافظ جا. اون چی آخه زشت نیست؟ هنوز وقت نهار نشده ها؟ من نمیخورم که، فقط یه ذره میچشم. برو بابا حافظ، دیوونم نکنا. کاسه رو پرش کردی، تازه داره میچشه. یا خدا یا خدا، اول باید قضیه کارگره رو بدی، بعد خودت بخوری. بدش به من، بدش به من. داغه، آقه داغه. بدا زود باشم، اشباد باش سر کله بزنم. ای خدا عجبا. منو کمال یه خونه دیدی، میخواییم اونجا زندگی کنیم. تبریک میگم. کوچیکه ولی قشنگه. قیمتش هم مناسبه. به صاحب خونه بگو بره کار خونه. من به زکایی خبر میدم. اون کارای لازم انجام میده و پول صاحب خونه رم میده. ازت ممنونم. لازم نیست. این لطف مزفره. فقط دارم به خواستش عمل میکنم. وگرنه دلم نمیخواست قاطی این ماجرا بشم. از این به بعدم اگه مشکلی داشتی با زکایی صحبت کن. اگه کار دیگه ای نیست، من کارای مهمی دارم. نه نیست. خوبه. ببین چی میگم، اگه آدم زیاد غذا بخوره نمیتونه کار کنه، احساس سنگینی میکنه. برای همین میگم بهشون کمتر غذا بدیم. نه، اگه کم بخورن نمیتونن کار کنن، اگه زیاد هم بخورن نمیتونن خوب کار کنن. بابا بزرگ مرحومم همیشه میگفت آدمی که کم میخوره نمیتونه خوب کار کنه. قبل از اینکه کارگرا رو انتخاب کنه بهشون غذا میداد و بعدش ازشون کار میکشید. خدای من. خدا. اما در مورد دایی طرفای دیگه ای میزنن. میگن با کارگرا خیلی سفت و سخت برخورد میکرد. اونم الان پشیمونه. هر چند دیگه فایده ای نداره. هی مظفر دین چاسلان، هی. بگو خدا بیامرزدش. خدا بیامرزدش. آره. همه ملت جلو پاش زانو میزدن، چرا باید با گلوله میکشتنش؟ به خدا نمیدونم. واقعا میخوام بدونم کی اونو کشته. چه میدونم حافظ، نمیدونم. اما به زودی متوجه میشی مثلا انگشت همه رو گرفتن و قاتل دیگه نمیتونه مخفی بمونه. درسته. وای مسکه، مهمون داریم. خیره،
سلام علیکم. سلام. علیکم السلام. علیکم السلام. خیلی خوش آمدین آقا. ممنون ممنون. صفا زمیناتو گرفتی؟ دیگه به قهوه خونه سر نمیزنی؟ آره به خدا تمام روز کار میکنم، خدا شاهده خیلی خسته میشم. شبا از شدت خستگی میفتم، واقعا کار کردن رو زمین خودم یه سوال دیگه داره. فهمیدم. قبل از اینکه زمیناتو از آقای مظفر بگیری همش دم از حق و حقوق میزدی. قرار بود ملتحق بشی، میخواستیم زمینامونو پس بگیری. وقتی زمیناتو پس گرفتی همه ی حرفات یادت رفت؟ قرار بود متحد بشیم. قرار بود تو هم با ما باشی. وقتی زمیناتو گرفتی زدی زیر همه ی قول و قرارات. از رمضان بیشتر از اینم انتظار نمی رفت. اون خواهرزاده مظفر دیگه، هم خونشه. دیگه برات مهم نیست چی به سر ما میاد؟ همه ی حرفات باد هوا بود رمضان. اصلا فکر نمی کردم روزی بدون مظفر اینجا بشینم. اگه بود که ما مجبور نبودیم چایی بخوریم پدر بیامرز. فوری داره بطری نوشیدنی رو باز می کرد. امیدوارم خیلی زود قاتل رو پیدا کنن. پیدا می کنن. بعد از بررسی آثار انگشتا به این نتیجه می رسن و به زودی خبرشو به امون می دن. کاری می کنم از دنیا اومدنش پشیمون شه. میخوام فردا بیام کارخونه. حتما هر موقع دوست داشتی بیا. میخوام مسئولیت کارا رو دستم بگیرم. خبر خیلی خوبیه. جا تو کارخونه محفوظه و من اومدم که در هر موردی بهت کمک کنم. ممنونم، شما همتون تو این مدت خیلی بهم کمک کردین. دعوتتون کردم چون میخواستم راجع به یه مسئله ای نظرتون رو بپرسم. امروز روستایی اومده بودن دم در مزرعه. چی میخواستن؟ مشکلشون چی بود؟ زمیناشونو. میگن مظفر زمیناشونو ازشون گرفته. آدم های وقیح و بیچشم رو. وقتی دور هم جمع میشن فکر میکنن عددیان. اگه مظفر بود پدرشون رو در می آورد، کاری می کرد که از کردشون پشیمون بشن. کاش زمینای رمزون رو پس نمی دادن. نمونه گی بدی واسه کشاورزه شد. حالا دیگه نمی تونیم جلوشون رو بگیریم. اونا فقط حقشون رو می خوان، نه چیز دیگه. خب اگه حقشونه پس باید زمینه رو بهشون بدیم، درسته؟ لزومی نداره بخوای کاری بکنی. اون زمین ها مال شماست، هیچ کدومشون حقی ندارن. تازه مظفر اون زمین ها رو از اونا نگرفته، زمین ها مال دولت بودن. تو نباید زمیناتو بین یه مشت بی سر و پا تقسیم کنی. تازه این روستایی اگه زمین داشته باشن میخوان چیکار کنن؟ نه سرمایه دارن، نه ماشینالات و تراکتور. چطوری میخوان پول کارگرا رو بدن؟ مال و منالی ندارن که. چطوری میخوان محصول بکارن؟ به کی میخوان بفروشن؟ ببین سراب، اگه زمین ها رو بهشون بدی واقعا هدر میشن. اون زمین ها با ارزشن، خسارت زیادی میبینی. اونا هم چیزی گیرشون نمیاد. حتی فکر کردم بهشم کار اشتباهیه. مظفر هیچ وقت با همچین کاری موافق نبود. وسط جاده چی کار میکنی؟ نکنه میخوای راهزنی کنی؟ برو کنار از سر رام. دایی مرتکب خطایی شده، زمینای روستایی رو گرفته. اونا رو اون زمینا حق داره. زمیناشون رو بهشون برگردون. بی‌عدالتی دایی رو جبران کن. آخه تو کی هستی که به من دستور میدی؟ ها؟
به تو ربطی نداره من چی کار میکنم. تو کارایی که بهت مربوط نیست دخالت نکن. من مثل انسان با حرف زدم، دارم بهت میگم این انصاف نیست. تو چی از انصاف سرت میشه؟ مگی نیومدی زندان هرچی از دهنت در اومد بهم گفتی؟ حالا چرا هی کار بدمو تو سرم میزنی؟ گفتم که متاسفم. حرفای تو زندان احساسات واقعیت بودن. وقتی اون تو منو ضعیف و بدبخت دیدی، هرچی تهمت ناروا بود بهم زدی. وقتی دیدی دوباره به امارت برگشتم و قدرت دستمه، عذرخواهی کردی. تو دروی. چون در حقت بی‌انصافی کردم ازت عذرخواهی کردم. حرفاتو باور نمی‌کنم. یادم نرفته چطور منو دزدیدی و تو کوها چجوری کشون کشون بردی. هیچ وقت فراموش نمی‌کنم. میدونی نسبت به چه احساسی دارم؟ نفرت. به حرفایی که میزنی گوش نمی‌کنم. گوش دادن که سهله. حتی نمی‌خوام ریخته تو ببینم. که شده باشی هنوز همو گلی دیوونه محله تنکی. بفرمایید. روز بخیر. روز شما هم بخیر. خوش اومدید. پیشرفتی شده؟ هنوز نتونستیم قاتل رو شناسایی کنیم، اما اسامی کسایی که قاتل نیستن رو مشخص کرد. میتونم ببینم؟ بفرمایید. پس اینا قاتل نیستن؟ نه، همونطور که از روی سرانگشت معلومه اونا قاتل نیستن. اگه خبر شد بلافاصله به هم خبر بده. هرچی شما دستور بفرمایی. هر ساعتی هم که بود اشکالی نداره. چشم قربان. خسته نباشید. متشکرم. راستی چرا جناب سروان اینقدر پیگیر قضیه هستن؟ آقای مظفر عضو مهم حزب دموکرات بود. دولت بهش دستور داده که شخصا به این مسئله رسیدگی کنه، نه کس دیگه ای. پس خوبه که آدم مهمی باشی. نباید گلی بگین، باید بگین خانم سراب. ما به اسم گلی میشناسیمش. خیلی خوب، کافی. فقط تو حرف ما رو میفهمی. اگه گلی مسئول کارخونه بشه، کارخونه مال خودمون میشه. من بیشتر از قبل کار میکنم. البته که کار میکنیم، گلی حق ما رو نمیخوره. خیلی خوب، کافیه دوستان. از همه شما ممنونم. من تمام تلاشمو میکنم که این کارخونه رو به بهترین روش اداره کنم. مطمئن باشین ناامیدتون نمیکنم. زودش دختر بهش بگو. چه عجله یه؟ حالا بهش میگم. الان بهش بگو، مگه دوستش نیستی؟ حرفتو گوش میده. یه چیزی میخواستم بگم. گوش میکنه. تو هم اینجا کار کردی، میدونی کار کردن تو اینجا چجوریه. مجبوری مدت طولانی سر پا وایسیم. از پادت شب تا صبح نمیتونیم بخوابیم. میدونم، هیچی رو فراموش نکردم. تو کشورهای خارجی کارگرا 8 ساعت کار میکنن، ما اینجا داریم 12 ساعت کار میکنیم. ما آدم نیستیم؟ ما هم میخواییم مثل اونا کار کنیم. چرا انقدر زیاد کار میکنیم؟ چرا 8 ساعت کار نمیکنیم؟ کافیه، کافیه، ساکت باشید. همین که شغل دارین واسه تون کافیه، دارین ناشکری میکنین. خیلی خوب زکایی، تمومش کن.
ما انقدر کار کردیم خسته شدیم، نمیخوایم 8 ساعت کار کنیم. باشه کافیه، از حالا به بعد روزانه 8 ساعت تو کارخونه کار میکنیم. اضافه کاری چطور؟ پول اضافه کاری ما رو به همون نمیدن. حقوق اضافه کاریاتون هم بهتون پرداخت میشه. بذارش اینجا. بفرمایید. تموم شد. خیلی ممنونم ازتون. بفرمایید. ممنونم. از شما درد نکنه. وسایل خیلی کمی داریم، حتی برای این خونه کوچیکم کافی نیست. اشکالی نداره، مبل که داریم روش بشینیم، تختم داریم روش بخوابیم، همین کافیه. جای کم و کسری هم کم کم پر میشه. حق با توه، من خیلی عجله داشتم توی یه مدت کوتاه هم که نمیشد وسایل زیادی خرید. اتفاقا خیلی هم قشنگم. چی شده؟ یه خونه داریم، با همیم، دیگه چی میخوای بشه؟ چطور تونستی همچین چیزی رو قبول کنی؟ وقتی برات دست میزنن که نمیشه در برابر خواستهاشون تسلیم بشی. به خاطر دست دادن و این حرفا نبود. من درکشون میکنم، با مشکلاتشون آشنا، چطور میتونم بی تفاوت باشم؟ اینطوری ضرر زیادی به کارخونه میزنی سراب. هیچ میدونی با این تصمیمت چی به سر کارخونه میاد؟ میدونی درآمد کارخونه چقدر تنزل پیدا میکنه؟ واسه افزایش درآمد یه راهی پیدا میکنیم. فکر میکنه این آسون باشه؟ زندگی اونه هم اصلا آسون نیست. یه روزی منم همونطوری کار میکردم، برای همین میتونم شرایطشون رو درک کنم. اما تو دیگه اینجا کارگر نیستی سراب، رئیسی. باید از دید رئیسا نگاه کنی، نه یه کارگر. پایین اومدن درآمد کارخونه به نفع هیچ کس نیست. اگه فرد و روزی کارخونه بخوابه همشون بیکار میشن. اون وقت حقی که بهشون داری چه فایده ای براشون داره؟ من یه قولی بهشون دادم، نمیتونم زیر قولم بزنم. بالاخره یه راهی پیدا میشه. خیلی خوب، به کارگرها حقشون رو دادی. میخوای به روسایی هم حق بدی؟ نکنه میخوای زمینه رو تقسیم کنی؟ دربارش خیلی فکر کردم. نتیجه چی بود؟ تصمیمی هم گرفتی؟ آره، یه تصمیم گرفتم. وای، این ماجرای از سر انگشتم حسابی درد سر شده ها. فقط از سر انگشت میگیرن، هیچ کاری هم نمی کنن. آره والا، کم مونده بود از سر انگشت گوسفندای مزرعه رم بگیرن. البته که میگیره، این کارو میکنن تا بتونن قاتل رو پیدا کنن. اونا خیلی خوب میدونن که دارن چی کار میکنن. اثر انگشتا رو تطبیق میدن تا بتونن قاتل رو پیدا کنن. به زودی میفهمیم کی قاتله. البته امیدوارم قاتل رو پیدا کنن تا خیالمون راحت شه. آره والا، هر کی که هست. شایدم قاتل یکی از بین ما باشه. کسی چه میدونه؟ اونی که ریگی به کفششه باید بترسه. الهی قربونت برم، چقدر آغاز، هزار ماشالله. راستی دلت برای مادر تنگ نشده؟ نه نشده. آخ آخ خواهر، چون نمیخواد برگرده زندان اینطوری میگه ها. نه ترس پسرم، کسی نمیبرتت زندان. راستشو بگو، دلت برای مادر تنگ نشده؟ دلم براش تنگ شده، اما
اینجا خیلی قشنگه. میتونم راحت بدوم، میتونم بدون اینکه از خاله زندانبان اجازه بگیرم هر جا دوست دارم برم. بیاین دیگه، شام آماده است. آیدین خان، برات خوراک گوشت پختم. خوراک گوشت؟ آره. مگه فصل گوشت اومده؟ وای خدا چقدر تو شیرینی، مگه گوشتم فصل داره؟ هر وقت خوراک گوشت میخواستم مامانم میگفت فصل گوشت نیومده. الهی دردت به جونم، بفرمایید غذا حاضره. خوش اومدین جناب سروان. خیر باشه ایشالله. از اینجا برید بیرون رمضان جان. چرا باید از اینجا برم بیرون؟ اینجا زمین منه. سند مالکیت داری؟ نه اما داییم خدا بیامرز قبل از اینکه کشته بشه این زمینو به من داد. راست میگم، حافظم شاهده. آره راست میگه، آقا مظفر اومد محله تنکه و رمزونو با خودش برد و خلاصه من شاهدم. اگه سند مالکیت نداشته باشی نمیتونی اینجا بمونی. قربان، این زمین از مادرم به ارث رسیده. از قدیم گفتن مرگ حق و میراث برای وراث حلاله. این زمین از مادرش به ارث رسیده و غصبی نیست. بدون سند غصبی محسوب میشه. همش میگی سند قربان. این آتیش همش از گور تو بلند میشه گلی خانم. نه داری به روستایی راه نشون میدی؟ اونا رو تحریک میکنی تا زمیناشون رو پس بگیرن اما موفق نمیشه. همه گوش کنن، برای هیچکی زمین ممینی در کار نیست، نه برای این نه برای هیچ کس دیگه. همه باید بدونن این زمینا متعلق به خانواده دینچستنه، همینطورم میمونه. حالا هم کارگراتو جمع کنم، از زمینای من برو بیرون. چیو جمع کنم ها؟ تو من از زمینای خودم بیرون میکنی؟ کارو سخت نکن رمضان، زود باشید شما هم کارو تعطیل کن. کارتون ادامه بدین، ادامه بدین. هیچ کس از این زمین بیرون نمیره. این زمین مال منه جناب سروان. ببریدش. ببینید این زمین مال منه و شما هم دارین اشتباه میکنین. من میدونم این آتیش از گور گلی بلند میشه. من زمینمو بهت پس نمیدم. شنیدی چی گفتم؟ این زمین مال منه. داییم به هم پسش داده، این زمین ارث مادرمه. گلی به هم میرسیم. داداش من یه دقیقه ور کن، اجازه بده من توضیح بدم. این زمین مال منه، شما نمیتونید منو ببرید. نلم کنید. ببینید من واقعا شاهد بودم که میگیرن. سگا، سگای گنده. کدوم سگا؟ کجان؟ اینا هاشن، مگه نمیبینیشون؟ اونا سگ نیستن که پسرم. اینا گوسفندن بابا، گاز که نمیگیره. ترسیدی ها؟ بیا بغلم عزیزم، قربونت برم. آخه عزیزم بیا اینجا، بیا نازشون کن، نگاهشون کن، ببین چقدر نازن. نترس، بیا بیا عزیزم، بیا نازشون کن، ببین بیا. اونا گوسفندن بچه، نترس. حالا گلی آی آی
الان حساب تو میرسم. تو من انداختی؟ منو میندازی پای پدر سوخته ها؟ الان من میدونم با تو چی رشی جنه کار میکنی؟ تبر کجاست؟ لطفا به آقای یاسین همایون کنی. نه تو باید بگی. حالا یه دقیقه سر کن. یالا رشی کار داری زود باش. ای بابا ای بابا حافظ حالا چی کار کنی؟ دوباره اینجا سپاس موندیم رفت. خدای من چی شده؟ ببین کی داره میاد. یا خدا حافظ خیلی عصبانی هم داره. خیلی خوش اومدی. عجب روی دارین، خجالت نمیکشین دروغگو؟ دیگه داری زیاد روی میکنی. من حق باز نیستم که داداش من این حرفا چه میزنی. اگه حق باز نیستی چرا زمین یکی دیگر رو غصب کردی؟ زمین یکی دیگه نبود بابا، زمین مال خودم بود. اونا به زور ازم گرفتم، من فقط سند زمین رو نداشتم. اگه سند نداری پس چطور زمین مال توی پس فطرت؟ ای شیاد تو سر من کلا گذاشتی زلقلو، به حسابت میرسم. حالا ببین چی کار میکنم. شما به بزرگواریتون ببخشین. اینا همش فکر تو بود دیگه نه؟ حق باز لعنتی. نه من نبودم، من این کار نیستم. آدم با ایمان که کلک نمیزنه، من به تو اعتماد کردم. ای خدا منم که این وسط زمینمو از دست دادم. ما نمیدونستیم اینطوری میشه. حق بازو شایدم از پولمو به این پس. خیلی خوب میدیم بابا. خیلی خوب ما همه رو بهت پس میدیم. پس کی؟ کیشو دیگه من نمیدونم، ولی ما زیر بار قرض نمیمونیم. ببین پول کمی نیست که توی چشم هم زدنم جور نمیشه. تو یه هفته آینده پول منو پس میدیم، وگرنه ازتون شکایت میکنم. حواستون باشی. باشی؟ عجب گرفتاری شدیم حافظ، حالا باید چی کار کنیم؟ اصلا نمیدونم. ای بابا عجب گیری کردیم. دقت کن الان میندازیشا. من سرم بره اینو نمیذارم بره. خدا بد نده چی شده؟ تو چاله چیزی افتادی؟ نه جونم چاله کدومه؟ از رو الاغ افتاده حتما. درسته برادر؟ نه ماس کرده رفته دعوا کرده، واسه هیچ و پوچ کتک خورده، اندازه خوردن که بلد نیست.